سلام دوستان گل، حالتون چطوره؟ امیدوارم که هر جای هستید سالم و سلامت و مثل همیشه لبتون خندون باشه. من فرد هستم و خیلی خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوبی خودتون. اومدیم یه پارت دیگه از سری بازی های هارتس آف آیرون فور معرفی ماده تاوزند ویک رایش، رایشه هزار ساله، در واقع رنده کنان بریم سراغ این ماد و معرفی این ماد که ببینیم داستان چیه، جریانش از چه قراریه. امیدوارم که از این سری لذت ببرین و مثل همیشه پر و پر انرژی لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. به جرأت میتونم بگم دم تک تک کسایی که ما رو حمایت میکنن گرم. ولی خب من یه چیزی بگم، حقیقتا یه عذرخواهی بکنم، اونم از این بابت که حقیقتا من یه چند روزیه، یعنی 2 تا 3 روزه من کامنت ها رو جواب ندادم، ولی نگاه میکنم کامنت ها رو. اونو به عظمت و بزرگی خودتون ببخشید، ایشالله بعد از این ویدیو که آپلود شد تمامی کامنت ها رو جواب میدیم. به روی چشکم کار داشتم، واقعا درگیر بودم. این حجم از کامنت و عشق و علاقه شما به من حقیقتا یک ساعتی طول میکشه تا تمامی کامنت ها رو بخوایم جواب بدیم و اینا. امیدوارم که این موضوع رو درک بکنید و واقعا مرسی، مرسی از یکایی که کامنتاتون. ایشالله خداوند متعال یه قدرتی به من بده موقعی که خیلی خفن شدیم بازم بتونم کامنت ها رو جواب بدیم. بریم آقا بلافاصله سراغ ماد رایش هزار ساله. بنازم I am become death, destroyer of world. این جمله چیزی دیگه، هایزنهاور بمب اتم رو به وجود آورد. این یکم جدید بود، این قبلا نبود حقیقتا. ببینید بازی از سال 1952 شروع میشه، آدولف هیتلر از یک سالی به بعد و داستانهای دیگه توی جنگ جهانی اول آلمان پیروز شد، جنگ جهانی دوم آلمان پیروز شده و رنده کنان روسا رو که به زانو در آورده و دولت های دستشانده ای که میبینین ایالت های مختلف روسی که تشکیل شدن و آلمانی که در تیراژ بالا کنترل زمین های شرقی رو به دستان خودش گرفته. ولی بعد از اینکه جنگ جهانی رو آلمان با قدرت پیروز شده، من معتزم موزیک رو یکم صداشو کم بکنم و اینا، بعد از اینکه جنگ جهانی دوم رو آلمان، خب نه اینا رو همه رو میدونیم قبلا بازی کردیم. من یه نکته رو بگم، اگه دوست داشته باشید میتونیم دوباره ریکورد بکنیم، ولی من ماد رایش هزار ساله رو با تمامی رهبرا و حزبشون عملا میتونم به جرات بگم بازی کردیم. حتی شورتش هم خیلی قدیمی تر میتونین ببینید که به فرانسه حمله کردیم و رندشون رو زدیم. داستان گیم از چه قراره؟ همونطور که مشاهده میکنین آلمان جنگ جهانی دوم رو با هاج آدولف هیتلر پیروز جنگ شده، ولی دیگه ببینید یک سالیه که سال خونین بار واسه آلمانه، از لحاظی که قرار هیتلر بمیره. هیتلر موقعی که در واقع تو این سالها هست میاد سخنرانی میکنه، حتی اینجا جرمنیا بنازم واقعا این رو شکار کردن، پلناشون و معماریاشون رو رفتن جلو، غول نیوی و کلی چیزایی که نگم واسه تون شده. هیتلر دیگه کم کم میاد سخنرانی بکنه، به پته پته میفته و سوتی میده و نمیتونه سخنرانیاشو کامل بکنه، لرزش دست داره و یه جورایی میتونیم بگیم عوامل پیری و بیماری هیتلر رو فرا گرفته. این سال سالیه که هیتلر میمیره و قرار جانشین واسه هیتلر تعیین بشه و چقدر خفن و چقدر جذاب این جایگزینی و اینا رو درست کردن. هیتلر به سن آخر میرسه، سه ضلع اصلی در واقع رایش سوم هیتلر رو جوزف گوبلز و هرمان گورینگ و ارزم بزرگتون که هیملر سه رکن اصلی نظام رایش هستن، نظام حالا فاشیستی بچه، حالا حزب کارگریه نمیدونم فلان فلان اینا هستن. الان هم ما در واقع داخل کابینمون 4 نفر رو داریم، واتر فانگ، هنریش هیملر، جواچینگ وون ریبنتروپ، این همون شخصیه که مولوتوف ریبنتروف رو بس، مولوتوف اسم اون دیپلمات روسی بود و این هم ریبنتروپ دیپلمات آلمانی، مارتین برومن، اشخاصی هم که شما میتونید ببینید. تو میلیتری استفمون هم ما آلفرد جودل رو داریم، ویلهلم کیتل، کارل دونت، آره دونتیز
حالا یکم اسمشون سخته، و هرمان گورینگ در واقع میلیتری استفای ما هستن. ببینین الان ما داخل نظاممون هم که حداقل هستیم 103 تا دیویژن داریم، هرمز گودریان رو داریم، هرمان هوس رو داریم، هانس اشپایرل، آلفرد جودل. چرا موزیکی دیگه پخشه میکنه؟ عوضی رو ببین، ببینم یه موزیک پخش کن حداقل بچه ها معذب نشن. فرمانده رو میبینیم دیگه، بعضیشون پیر شدن، بعضیشون حالا اوکی هن، چلیم هن، و فرمانده های به شدت خوبی رو داریم، ولی خبری از اروین روملو و یه سری از این اشخاص نیست داخل نظام فاشیستی و نازی که ما اینجاها داریم. شاید هم فیلد مارشال هن، شاید هم فیلد مارشال هن. دقیقا والتر مودل، امریچ وون مانشتاین، دوباره اروین رومل اینجا داریم، گانتر وون کلوک، آره دیگه، ویتسل بن و کلی اشخاص دیگه که شاید ما در تاریخ زیاد به چشم ندیدیم این اشخاص رو دیگه. اینا همشون فیلد مارشال شدن، خفنای بازی. خلاصه این ماجرا از این قراره که بچه بازی میگذره، آدولف هیتلر پروژه های در واقع میشه گفت مگا پروژه هاشو میخواد بره جلو، استاتوس آف رایش، قسمت های اقتصادیشو داره. کامپلیت هیتلرز پلان، همونطور که گفتم که هیتلر پلن های اقتصادی به شدت زیادی داشت که بتونه آلمان رو بسازونه و عملا واقعا رایش سوم رو تشکیل بده و رنده کنان بره جلو. ما سیاست ها رو داریم، در واقع اس اس رو هم داریم که رهبرش چه شخصی بشه و کلی ماجراهای دیگه، ولی اتفاقاتی که میفته اینجوری نیست. نه ما ردی هستیم بازی بکنیم. اتفاقاتی که میفته، فرماندهای جنگ میان سخنرانی میکنن، هیتلر عوامل مختلفی داره، میخواد پلنهای اقتصادیش رو بره جلو، ولی واسه در واقع پلنهای اقتصادی شکم شکست میخوره، از آلپرت اشپرت کمک میگیره و کلی اشخاص دیگه که داخل گیم هستن. این ماد به جرأت ارزش بازی کردن رو داره، واقعا ماد خیلی جذابیه. مثلا ببینین اکونومیک فرست، ما حالا پلنامون نیومده بالا، باید یکی رو انتخاب بکنیم، حالا منتظریم جلوتر ایونتش بیاد و یه شخص رو انتخاب بکنیم و به راحتی بیاریمش تو قسمت اکونومیمون. خب ببینید الان اینجا ما چیزهای مختلف هم داریم، سلاحهای هسته‌ای و کلن داستانهای مختلف که اینجا به وجود داره، سیر جرمن سپورت، دیپلماتیک دیسیژن، میتونیم به قسمتهای مختلف هم دیویژن و اینا بفرستیم که در واقع بتونیم چلیمشون بکنیم. آره خلاصه واقعا ماد خفنیه. والتر فانگ ریساینز. ببینید اشخاص مختلف شورش میکنن، لهستانی ها شورش میکنن، عملیات های تروریستی بر علیه هیتلر انجام میدن و کلی اتفاقات و داستان های دیگه اینجا به وجود میاد. ما هنوز آقا پلان اشپرز میتینگ، ملاقات با اشپرز در واقع میشه گفت قلب تپنده رایش سوم از لحاظ ساخت و ساز و تکنولوژی. ما آقا اکونومی و اقتصاد رو بهش میریم. Let's see economic reforms plan. حالا باید یکیش باز بشه دیگه قاعدتا دیگه. Egyptian martial law، martial law در واقع حکومت نظامی تعیین شد. Orpo defeated. ببینید پلنهای مختلف داره که حقیقتا بریم جلوتر. ببینید اینجا دقیقا مثلثهای اصلی رو بهتون گفتم، The unsinkable، یعنی دیگه هیتلر رد داده حاجی، اینجا اومدن رو سرش نمیدونم موهاشو درست کردن چی درست کردن، اصلا دیگه رد داده، شبیه آلبرت انیشتین شده. ببینید که اینجا ما سران مختلفی داریم، هیملر، برمن، گورینگ، اشپرد و جوزف گوبلز، سرانی هستن که شما رندکلان میتونین انتخاب بکنین، ولی خب هر کدومشون فوکستری مخصوص به خودشون دارن. آهان اینجا پلن اقتصادیمون باز شد واسمون. مثلا ما میتونیم آقا پلنمون رو همون آلبرت اشپرد رو بریم جلو، اینو من بلافاصله کنسل بکنم چون میخوایم پلن نمیشه کنسل کرد. پروژکت وان، The Vienna Project، در واقع ببینید که وین و کلی پروژه های مختلف که اینجا وجود داره شما میتونیم به وجود بیارید. حالا دوست دارم جلوتر بریم که حقیقتا هیتلر در واقع بمیره، ببینید چقدر اون سران و اون داستان ها و کلن حزب نازی و اینا رو ببینید که چقدر خفنه. اتمیک تستینگ، به نازم یه بمب اتم هم در واقع تست کردیم. برید سران رو ببینید، هنری چیملر، هرمان گرینگ، مارتین برمن، آلبرت اشپرت
و جوزف گوبلز اینجا بهتون میگه که آقا هیتلر ایدئولوژیش نسبت به این افراد چیه، رابطه هیتلر با اینا چیه. جرمنی تست ان اتمیک بمب. آخ آخ آخ، سران و فرماندهی ما هم دارن میمیرن. تو 19 فوریه در واقع سال 1952 آلمان داره بمبای اتمش رو تست میکنه. Rest in peace. بنازم فرماندهمون دارن میرن. US test hydrogen bomb. از اون ور دنیا آمریکا میاد که در واقع بمب هیدروژنیش رو تست میکنه. من یه چیزی بگم راجع به این موضوع، آلمان موفق نشد که آمریکا رو شکست بده و یه جورایی صلح کردن با انگلیس و اینا و قاعدتا حزب نازی پیروز جنگ شد و شوروی شکست خورد و انگلیس و آمریکا هم گفتن آقا ما بیخیال میشیم. سر همین موضوع آلمان با آمریکا و انگلیس میره تو جنگ سرد. الان واقعا ما یه جنگ سرد رو داریم. راجع به این ماد من حقیقتا خیلی کارا رو نکردم، عذرخواهی میکنم. برید ریسرچ های مختلف رو داریم. شما از سال 1952 که بازی شروع میشه تا سال 1990 که این سلاح ها رو میبینید میتونید بیارید بالا و رنده کنان و اگرسیوانه برید جلو. 1990 تا 1950 40 سال میتونید حتی ریسرچ برید جلو. توپخونه های مختلف داریم، توپخونه های زرهی، موتوریزه و کلی چیزهای دیگه. قسمت نیوی هم میبینین، رفع زای هلیکوپتر هم دارید، لایت ایرکرافت رو هم مشاهده میکنین که قیافه ها عوض شده، هیوی ایرکرافت رو هم یه بخش جداگونه داره. قسمت های انجینیر هم داریم، مهندسی و اینا، بمبای اتم فلان، نمیدونم بمب اتم که کلا قسمتش جداست. قسمت کارخونه ها رو هم میبینید دیگه، مسیرها همه مشخصه. قسمت اتمی هم که نگم واسه تو. قسمت بمبای شیمیایی داریم، بیولوژیک داریم و موشک های مربوط به بمب اتم. کلا ریسرچ های جالب انگیز آلودی داره. در تیراژ بالا هم ما تصمیمات و دیسیژن های مختلفی هم داریم. به طبع اون در واقع جنگ داخلی دیگری به وجود میاد داخل روسیه و اینا در تلاشن که روسیه رو در واقع یک پارچه بکنن. جنگاشون میره جلو. بریتانیا هم در واقع یه بمب اتم تست کرد. کلا نیوز های جنگ سرد که میاد بالا اینجوری به هم دیگه میتوپن. آره دیگه، یا ممکنه ارتش سرخ روسیه دوباره پیروز جنگ بشه یا اینکه حزبای مختلف که اینجا به وجود اومده بتونن حکومت رو در دستان خودشون بگیرن. همینجا هم چیان کایشک هم داریم و ژاپن هم شکست خورده جنگ جهانی دومه. بمب اتم خورده تو مغزشو. بگم دیگه صرفا پیروزی آلمان نسبت به کمونیستاست که دنیا به چه شکلی میشد. اینا هم عملا دیگه مسکو رو اینا رو گرفتن دیگه، بیشتر مرزهای مسکو رو گرفتن و دولت‌های دست نشانده ای رو تعیین کردن واسه اون مناطق. الان بی‌صبرانه منتظریم که در واقع بیماری‌های هیتلر بیاد بالا، کلی ایونت و اتفاقات جدا بافته و اینا میفته و هیتلر دیگه جلوتر میگه هایل هیتلر فورر. آها، 63مین تولد هیتلره. تبریک میگم به هیتلر فرای عزیز. 63 سالگی نمیتونه آدم روانی بشه ها. حالا کار نداریم، اتفاقی که افتاده. ولی خب هر چقدر میریم جلوتر هیتلر مشاهیر خودش رو از دست میده، رندش رو میزنن، کلی اتفاقات. اینا همه ایونت ها میبینین، داستان ها. انقلاب 1952 مصر رو داریم. عرضم بزرگی که شورشی های ما اینا رو میگیریم. آها ببینین، هیتلرز ریسورس، نمیدونم میشه چی، جراحی اگه اشتباه نکنم، یه جراحی احتمال میدم قبلا داشته و الان هم دوباره جراحی کرده که ببینید. یه احساس میکنم حالا این جراحی اتفاق افتاده 10% ثبات سیاسی و 5% وار سپورتمونو میگیره. آره خلاصه اوضاع هیتلر بعد از این عمل اوضاعش خوب نیست و کم کم رنده کلن سران رایش رو میزنه، روانی بازی در میاره. ولی خب اینجا خیلی خوب شده، ایونت های جدیدی آورده. هلس آف ده فرهر، سلامتیش یکم خوبه. حتی ایونت هم داریم درسته؟ من یادم جلوتر ایونت هم میومد که سلامتی هیتلر رو نشون میده. تنها بدی که داره قطارا رو اینجوری آیکونی نشون میده. ولی خب جرمنی ها رو داریم، آیکونش هم میتونین ببینین. جرمنی ها یه همچین مگا پروژه‌ای که در واقع اینا ساختن
سمت وین کوشش آن مونیخ. اینجا میبینین که مگا پروژه هایی که اینجا ساختن و من چرا وین رو نمیبینم؟ اسمشو عوض کردن. اوفش وینا واقعا عکسای خطرناک و جالب انگیز آلودی بود، واقعا دمش گرم. آلمان اومدن ساختن، اینم فرانکفورت و قسمت‌های مختلف که میتونین تماشا بکنین. تغییر هم داریم، برج ایفل نمیدونم شکسته شده یا نه، برج ساعت هم اینجا مشاهده میکنین. کلا دمشون گرم، کار کردن تو این قسمت‌ها و خیلی هم جالب میشه. کلی ایونت های مختلف داریم واسه انگلیس، واسه روسیه، واسه خود آلمان، اتفاقات گوناگونی میفته، ولی ما همچنان در تلاشیم که در واقع پلن های خود هیتلر رو بریم جلو و پوشش رو بدیم تا ببینیم داستان چی میشه. فانتا د افیشال سافت درینک اف جرمنی، ده تا پورتال پاور گرفتیم، یه نوشیدنی نرم و شیک و مجلسی در واقع داخل آلمانه. یه مگا پروژه دیگه هم داریم، پروژه 2، پروژه دوم که 105 روز طول میکشه. هرچند که ما میتونیم بچه ها اینا رو حالا مثلا ردش بکنم، تو نمیشه کنسلش کرد دیگه، هیچی. بریم جلو تو ببینیم اوضاع چی میشه. نسبت به دیزاین های گیم هم من یه توضیح بدم. پن الکتد دیزاین هم در واقع همونطوری، بیشتر مدرن تانک ها اومدن. اسپیس پروژیکت پلان آن بچه یه پروژه فضایی هم داریم، وی کانت استاپ ناو، دیزایناشو کردیم، موتورا رو میخوایم اینو ارسال بکنیم به فضا. یا احتمال میدم که، یا احتمالش هست که این اوکی بشه یا احتمالاً این اتفاق نیفته. آره خلاصه اینا بونوس های مثبت و منفی بهمون میدن و نگم واسهتون. آهان راش سیفتی تست اوکی. آهان بچه بذار بهتون بگم، جنگ سرد اونقدر شدیده که هیتلر فرمان داده آقا پروژه هوایی رو برید. نه تستی کردیم، نه داستانی کردیم، زارتی اومدیم یه موشک ساختیم، گفتیم آقا اینو بفرستید هوا ببینیم چه اتفاقی میفته. حالا این ممکنه با شکست رو برو بشه یا اوکی بشه. دقیقا ما اینجا داریم 10 9 8 7 لانچ. ما اینو آقا خشک خالی لانچ کردیم و ساکسسفول لانچ شد متاسفانه یا خوشبختانه. آره یه دونه من پاورمونم از دست دادیم ظاهرن، یارو رو لانچ کردیم ولی نمیدونیم چجوری برش کردیم، ولی این مهم بود دیگه، یه نفر رو از دست دادیم و حقیقتا من the German space fight جنگ فضایی آلمان رو مشاهده میکنیم. بچه ببینین انقلاب های مختلف هم داره شکل میگیره. راجع به ایران هم که حقیقتا فوکس های جداگونه ای رو نداره متاسفانه، ولی خب محمد رضا پهلوی رو میبینیم. For her is is fine. آقا یعنی هیتلر خوبه دیگه، رفته سخنرانی کرده یه جا زپرت و پرت کرده. اوکی اینجا برادران یونانی از ما ساپورت میخوان، وارد جنگ داخلی شدن، یه حکومت جنگ داخلی به وجود اومده، از ما درخواست کمک کرد و ما هم در تیراژ بالا بهشون کمک میکنیم. آقا هیتلر خیلی دیگه داره تو سخنرانی های سوتی میده، مردم نگرانن که آقا این داره سوتی میده، یه چیزیش هست که آقا ما پروپاگاندا جوزف گوبلز رو آوردیم، سازمان ملل هم داریم اینجا که ما عضوش نیستیم حقیقتاً. چین و کانادا و انگلیس و آمریکا در واقع چهار رکن اصلی هستن، شوروی که دیگه وجود نداره، حالا نمیدونم چه کانادا اومده و اینکه اصلا جای کانادا کی بود؟ فرانسه، فرانسه هم که شکست خورده جنگ دیگه. آره سازمان ملل رو داریم، قسمت‌های مختلفی که میتونید مشاهده بکنید. آره پسر منتظر این فوکس ها برن جلو دیگه، قسمت های جالب انگیز آلوده دیگه. حزب ناسیونالیست یا نشنال سوشیالیستمون به شدت اوضاعش عالیه. این از پروژکت دوم گریت فور جرمنز، سه تا سیویلیان، سه تا کارخونه نظامی، کلی جاده و رادار واسمون ساخت. این هم اگه بزنیم 52 دونه به همون نفت میده. نشنال اول ریزرف، اینا هم کلی ریسورس افیشینسی و اینا میدن. ریفورم ده بروکراسی، 60% احتمال داره که موفقیت آمیز باشه و بعد از اونم کلی پلن های مختلف دیگه هم بهمون میده. به نازم وحله آخرم کامپلیت ده هیتلرز پلان، امیدوارم باشه و هیتلر این روزها رو ببینه. بچه جنگ اسرائیل رو داریم،
جنگ داخلی اسرائیل رو حقیقتاً داریم، اینا افتادن به جون هم، فلسطین و سوریه و اسرائیل و اینا همه افتادن رنده همدیگر رو دارن میزنن. موش دایان این داوید بن گوریون. خب مموریال دین آف ده موومنت، بچه ها از سال 1923 که در واقع حزب کارگری اینجور داستانه به وجود اومد، اینا هر سال جشنش رو میگیرن که آقا آلمان گریتر جرمن رایش به این عظمت و قدرت رسیده. این هم از در واقع ملی کردن نفتی که به صورت رزرو باشه. کلی قصه‌های جالب داریم، واقعا از دست ندید این مادرو، خیلی خفنه. هر کدوم اینا ایدئولوژی های من نمیدونم کدوم روانی رفته، مثلا چه میدونم ایدئولوژی آهان این پوتکال پاور بد به همون داد هیتلر دیگه اوضاش خرابه، حقیقتا دیگه هیتلر اوضاش خرابه و نگم واسهتون. آره داشتم میگفتم نمیدونم کدوم روانی اومده مثلا هنری شیملر رو دقیقا عین ایدئولوژیاش یا کاراش رفته جلو، یا همچنین جوزف گوبلز، هرمان گورینگ و کلی از این اشخاص دیگه که داخل آلمان هستن و همه رو رفته جلو. ما میگم آقا یا میتونستیم پلن اقتصادی رو بریم، یا پلن هیملر رو اینا رو اس اس رو بریم، یا پلن حزب و دموکرات و اینجور چیزها رو بریم. میگم دیگه کلی کار میشه انجام داد، ولی هیتلر متاسفانه در حال حاضر سلامتی درست حسابی رو نداره و نگم واسهتون. حالا میخوام بریم جلوتر که در واقع اینا بیان جلو و تک تک فوکستیری های اینا رو بهتون نشون بدم که بگیم آقا اینا کیان، داستانش چیه. وولکس واگن اوور 1 میلیون مدلز، 1000 تا فروش کرده، یا 1000 که نمیشه، 1000 تا مدل مختلف که نداره. آره وولکس واگن هم شرکت آلمانی دنیا رو به دستان خودش گرفته. خب بچه ترکی اینترورس این سوریا، ترکی هم در واقع یه جورایی به سوریه اعلان جنگ داد، یه جنگ داخلی هم بین روسا داریم. آره سمت جنوب روسا در واقع کمیساریت آف ازبکستان اینا وارد جنگ شدن. بچه شرایط هم داخل اوکراین اینا همچنان خوب نیست، درسته با گندم و اینا رو تأمین میکنیم، ولی متاسفانه بعد از مرگ هیتلر تمامی این میراث و لگسی دود میشه. خب بچه برازم آمریکا بچه یه دونه شو خفن داده، ادلای استفسون ساکسسفول ریفورمیشن، برازم حجی، برازم آلبرت اشپرت که رنده کنان داره آلمان رو میسازه به تنهایی. فلادینگ اند اینم که هیچی. ای بابا هاچ هیتلر، هیتلر میره سخنرانی میکنه ام ناینن کانفل و دندون مصریش میفته زارت. اما اینو شوخی میکنم، دندون مصریش میفته و حقیقتا دیگه نمیتونه، پیر شده دیگه، پیر. بعد احساس میکنم یه بیماری گرفته که جراحی هم کرده و پارکینسون و یه همچین چیزایی گرفته. آره کل دنیا میبینه که در واقع کلی اتفاقات داره میفته. اندونزی هم وارد جنگ داخلی شده بود و پیروز شدن. ریپابلیکن اندونزیان the for her health repeatedly declined. I am fine. The 1948 God will not repeat itself. ظاهرن سال 1948 هم سران ارتش اومده بودن کودتا بکنن که هیتلر اومده جلوش رو گرفته، و به خاطر همین میگم یه سری از اشخاص و نفرات نیستن. به هر حال بچه میبینید این منطقه ما یه جورایی منطقه غیر نظامی تلقی شده و ما نمیتونیم ارتش ببریم اونجا به خاطر اینکه هیتلر سلامتیشو از دست داده و اینا قصد اینو دارن که شورش بکنن. 5 مارچ 1953 The Führer is dead. Today the most powerful man in the world and the man who has defined the last 30 years of history, the Führer Adolf Hitler has perished. خب خدا رحمتش بکنه. Nein! Oh mein Gott! هایزن هاینه نین. بچه که در واقع حکومتی رو نداریم متاسفانه، ما اینجا در واقع دارسی که ببول باز شده و پلنهای مختلفی رو میتونیم اینجا اجرایی بکنیم، ولی فعلا منتظر یه سری ایونت میمونیم.
برو من سامون ده سناتور. آره دیگه فعلا ده کانسیلر اینجا باز شده. Get this funnel done, planning the funeral. خب ببینید دقیقا ما اینجا داریم 4 تا قسمت مختلف. بذارید من یه سیو نمکی بگیرم. ما اینجا میتونیم حتی جنگ داخلی بکنیم. The Wehrmacht stayed neutral. یعنی بیطرف بمونه Wehrmacht. The people chose Speer and Goebbels. بین Speer و Goebbels. The ruling government Martin Brumans و Göring will lead us. هرمان گورینگ. ولی من خب بچه ها از اونجایی که طرفدار Wehrmacht هستن. اوه وایگاند اسیسینیتد. یا حسین کشتنش عوضی ها. نینید کلی اصلا همه چیزامون رفت. مملکت به چخ رفت. نمیدونم کارخونه رو دارن به هم میریزن. یه مرد یک رهبر واقعی اینجوری وقتی کشور رو با قدرت بگیره دستش یه روزی هم بمیره. آره دیگه اینجا برومن هم میخواست در واقع سخنرانی بکنه. احساس میکنم این دختر هیتلره. بخشی همسر هیتلره. آره خلاصه اومد سخنرانی کرد. اجازه داد به اشپر سخنرانی بکنه. نه کابینه داریم نه میلیتری استاف داریم. ایتالیا عملا الان اعلان جنگ داد به ترکیه. هنوز بنیتو موسولینی در قدرت هست. برومن اسپیکس فور نمیدونم فلان. اینم از این کلی ایونت های مختلف دیگه ای که اومده بالا و بالاتر. اوه دیر برمنز کاندمنیشن. بچه قدرت اس اس رو هم داریم. اینا جلوتر هی قدرت میگیرن اوضاعش رو بیاد بالاتر. Wehrmacht هم میگم هر کدومشون اوضاع در واقع بهتر و خفنتری دارن که شما میتونین انتخاب بکنید. دنیا داره که به چخ میره. ببینید عملا اینجا ببینید روسیه جنگ داخلی شد. موسکو رد آرمی. یعنی اینا پلن دارن عملا موسکو رو از چنگ ما در بیارن که در آوردن دیگه. این موسکوه دیگه اسمولنسک. موسکو رو از دست ما در آوردن. میگم دیگه جنگ های داخلی شده اینا ریختن بیرون. ما هم کاری از دستمون بر نمیاد. بچه ما در واقع اس اس رو هم داریم. The SS should have greater influence. Himmler and Brumman form a secret block. هیملر و برومن بچه میرن یه بلوک غربی تشکیل میدن بر علیه حکومت که اینا احتمالا جنگ داخلی هم بشه. هیملر ریفیوز ده آفر بات اسس ویل کیپس واچ. آقا ما حالا میزنیم که اینا حقیقتا اس اس رو هم نفوذ خیلی زیادی داخل کابینه و حکومت جدید داشته باشه. میگم دیگه یه کانسیلر تشکیل دادن تا ببینن رهبر بعدی آلمان چه کسی باشه. گفتم بین اون اشخاصی که در واقع دور هم جمع شده بودن جرمن is boiling. واقعا آلمان داره خونش به جوش میاد. اشکال نداره فعلا منتظر ایونت ها میمونیم تا ببینیم داستان چی میشه. بچه ببینیم اشخاص صداشون در اومده دیگه. مثلا گوبل صداش در اومده میگه من به عنوان بزرگ خاندان فلان. برومن can do whatever he needs. برومن shall obey. برومن باید پیروی بکنه از این چیزی که انتخاب کردیم. ولی ما اون کمترین پوتکال پاور رو زدیم تا ببینیم اوضاع مملکتمون چی میشه. اینجا کلی هم فوکس داریم که به صورت جداگونه میتونیم بریم جلو. ولی خب فعلا فوکس هامون بر اساس ایونته. ببین اگه اینو بزنیم بحران به شدت سنگینی داخل سیاست همون به وجود میاد و احتمالا جنگ داخلی بشه. Close the door. خب بچه اینجا یکی از اشخاص هم میخواست در واقع وارد بشن یا مردم میخواستن وارد بشن. یه ترومای به شدت سنگینی داخل حکومت به وجود اومده که ما درای اصطلاحا مجلس و اون جایی که داشتیم بحث میکردیم ما بستیم که کسی دخالت نکنه. خب attempted terror attack. بچه ها یه جا اومدن ما رو رندمون رو بزنن. The Senate might be a prize for now. Promise an election. Use SS to launch a coup. اوف. آقا هیملر میاد اینجا میگه داداش از این سوسول بازی ها نداشتیم ما تو حکومتمون. کودتا رو بزن رندشون رو بزن میریم جلو. دقیقا ما اینجا میتونیم کودتا بکنیم یا انتخابات به وجود بیاریم. مسیر اول رو زدیم. ما هم خب اولی رو میذاریم دیگه. انتخابات مثلا به وجود ببینیم که چه شخصی حکومت رو میگیره. بچه ببینید
آلمان پشت سر هم داره زمین‌هاشو از دست میده، اوکراین 3 تا دولت دستشانده شد. این چقدر شبیه ولادیمیر پوتین بود. آره خلاصه، ولی همچنان ما چیزو داریم ها. Vote for no confidence. خب ببینید اینجا بورمن believes in health he will win the vote. بورمن کودتا میکنه، بورمن ریمووود 50-50. ولی ما حقیقتا نمیخواستیم بورمن رو بیاریم. The SS gently asked Bormann to stand down. Expert and Goebbels at Bormann, Goering shall lead the people. The Wehrmacht should take the control of situation. بنازم the military. خب بچه کودتای نظامی کردیم و کل سران ورماخت و اینریچ ون مانشتاین حکومت رو در دستان خودش گرفت. این هم از کودتای نظامی. حالا وقتش که مانشتاین در واقع حکومت رو در دستان خودشون بگیره. بچه اگه ویدیوهای اینا رو ندیدید حتما برید ببینید، واسه تون گذاشتم رایش هزار ساله. البته فکر کنم هم لایوش باشه هم ویدیوش، ولی فکر کنم بیشتر لایو رفتیم اگه اشتباه نکنم. بچه بیشتر در جریانن. کابینمون تشکیل شده، میلیتری استافمون هم همینطور. این فوکس ها رو تا ته بریم. آیرون جرمنی دیگه، کودتای اس اس رو داریم، این فوکس های جینگولی مسئول رو داریم و جلوتر هم فوکس های مخصوص به خود همه هم نمیشه کنسل کرد و گفتیم چیت بزنیم بریم جلو. اینا رو همه رو انجام بدیم. به نازم اینریش ون مانشتاین سوپرنووا اختر آلمانیا. ببینید ساخت و سازمون هم اوضاعش خرابه. ورژن بازی، نکات منفی اینم بگم، ورژن بازی متاسفانه هنوز آپدیت ندادن و شما مجبورید از داخل استیم 1.12.12 رو در واقع ورژنش رو بیارید و بازی بکنید. ای بابا کلی زمینمون رو از دست دادیم، مسکو رو از دست دادیم. مسکووا بنازم قیافه رو ببین، مسکو تو مه. مسکووا رو داریم، زمین ها رو از دست داریم و تک تک جلوتر همه رو باید پس بگیریم. و البته اینجوری هم نیست و همه رو باید پس بگیریم و اینا، بر اساس شرایط و ضوابطی که ما میریم جلو و فرماندهی جنگی رو که میاریم جلو میتونیم تصمیم بگیریم. آره خلاصه واقعا این ماد خیلی محشره. میتونید واقعا ایدئولوژی های ورماخت، مانشتاین، هرمان گورینگ، ارزم بزرگ هیملر همه رو بیارید بالا. من الان فقط میتونم تو این ماد یه دونش رو صرفا بهتون نشون بدم چون ویدیوهای قبلیش رو ساختیم. آره خلاصه ببینید عملا ما حقیقتا دیگه فوکس های جدید واسمون اومد. مانشتاین لیدرشیپ، The New بیسمارک، بیسمارک جدید، در واقع پلن هایی که دارن اینا اجرا میکنن. اعلان جنگ ها بونو داریم و ایدولوژی های مختلف که میتونین اینجا تماشا بکنین. Return to Hitler Era، لگسی و رهبری هیتلر رو دوباره برگردونیم از طریق رومل. اروین رومل رو بیاریم تو حکومت. به به چقدر آدم میتونه وفادار باشه به حزب نازی سوسیالیستی. آره خلاصه بچه اینا رو داریم. به عنوان مثال واسه تو مثال بزنم، اگه با اس اس بازی بکنین هیملر حقیقتا میاد کتابخونه رو آتیش میزنه، کتابا رو آتیش میزنه، یه حکومت استبدادی سنگین رو تشکیل میده که پشماتون میریزه. کلن آدم های مختلف رو داریم. بای دوی امیدوارم که از این سری ویدیو لذت برده باشین و مثل همشه پر قدرت پر انرژی. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. دمه تک کسایی که ما رو حمایت میکنن گرم. بازم دوست داشتید هر شخصیتی یا هر فردی رو خواستید دوباره میتونم ویدیوشو واسه تون درست بکنم و رنده کنان و اگرسواره بریم جلو، چون مادیه که به جرأت میگم هیچ موقع ازش خسته نمیشید. سران مختلف رو میتونید بیارید، اتفاقات واقعا جذابی داره، ایونت های واقعا جذابی داره. همین که جرمنی ها اینا رو هم تشکیل شده خیلی خیلی خفنه. این جزو مثلا میشه گفت تاپ مدترین مدهاییه که در واقع تشکیل شده، ولی متاسفانه آپدیت نکرده مادشو. 1.12.12 در دسترسه. خیلی خیلی عشقید، بذارید پر قرار پر انرژی با ویدیوی بعدی میبینمتون. دم همتون گرم باشه.